برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران همراه ما هستند. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای فراغت، به نظر شما چه علل و عواملی باعث شدند که سرقت در ایران طی 13 سال گذشته رتبه نخست جرائم را به خود اختصاص دهد و چگونه میتوان این عوامل را کاهش داد؟ درود و ادب و احترام. علتهای زیادی هست، من به صورت مختصر چند تایی رو میگم. اولیش اقتصاد دولتیه که تبدیل شده به یه اقتصاد رانتی، بعدا تقسیم شهروندا به خودی و غیر خودی، انحصار و رانت و تبعیض، که اینا همش خروجیش میشه فقر، و این فقر هم فاصله طبقاتی ایجاد کرده، ناامیدی اجتماعی ایجاد کرده. و یکی از خوشبختی های جامعه امروز ایران اینه که شبکه‌های اجتماعی به دادشون رسیده و همین مسئله باعث شده که متوجهشن برخی از آقازاده ها ثروت های بدون زحمت به دست میارن. خب تمام این مسائل ناامیدی اجتماعی میاره و فقرم باعث میشه که و این انگیزه حادث میشه که ما هم مثل برخی از آقازاده ها بدون زحمت بریم دنبال پول و این دوزیا این اتفاق بیفته. آقازادهایی که به واسطه واسطه‌گری فقط داره ثروت شدن و اون رو هم دلیلش رو ژن خوب میدونن، خب اینا ساختار جامعه، روانی جامعه رو به هم میریزه. و اگر بخوام به این نکته رو بگم که این عوامل رو چطور میشه کاهش داد، حضور در نظم، همش پایه و اساسش سیاسیه، حضور در نظم بین المللی و ایجاد روابط متوازن بین شرق و غرب و پذیرش روش و منش اقتصاد بازار آزاد جهانی، شایسته سالاری و ارجح دونستن تخصص بر تعهده. تمام اینا کنار هم بذاری، اگر و مثل کشورهای توسعه یافته آلمان، سوئیس اینها زندگی کنیم، قاعدتا سرقت هم در کشور ما آمارش میاد پایین و پای و اساسش هم فقر و در هم ریختگی اقتصادی و سیاسیه که منجر شده جوانای ما به رو به اعتیاد بیارن، انگیزشون از دست بدن، ناامید بشن نسبت به آینده و ناخودآگاه این ضد ارزش‌های اجتماعی به وجود میاد. سپاس از شما، امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران.